خیلی ها زمان بندی و فاصله گذاری رو با هم اشتباه میگیرن و همین باعث میشه که انیمیت هاشون دچار مشکل بشه. برای همین میخوام یکم دقیق تر تفاوت این دو رو توضیح بدم که متوجه تفاوت هاشون بشین. سلام به همه شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. فاصله گذاری و زمان بندی جزء اصول 12 گانه انیمیشن محسوب میشه که من قبلا در مورد زمان بندی به صورت خیلی تخصصی صحبت کردم. قبول داری زیاد از حد تخصصی بود و به درد همه نمیخورد؟ بله درسته، شاید باید میذاشتم بعدتر بهش بپردازم، اون موقع یکم زود بودش. خب توی یک حرکت اولین عنصر کلیدی و مهم اینه که بتونیم زمان اتفاق افتادن حرکت و یا بخش هاشو مشخص کنیم. هر حرکتی در یک بازه زمان خاصی اتفاق میفته که بهترین حالتش اینه که خودتون با کمک کولومت از حرکات خودتون و یا نمونه های آزمایشی این زمان رو اندازه بگیرید تا بتونید انیمیت های متفاوت خاص و یگانه داشته باشید. به عبارت ساده تر زمان بندی میشه چقدر طول میکشه تا کل حرکت و بخش های اون حرکت انجام بشه. یه حرکت داریم، یکی جزئیات حرکت داریم. کل این پروسه، چه خود اصلی حرکت اصلی چه جزئیاتش، توی باز زمانی خاص انجام میشه. به سنجیدن این میگن زمان بندی اون حرکت. حالا سوال بعدی اینه که چگونه این بخش های حرکتی اتفاق میفتن؟ پاسخ این سوال میشه فاصله گذاری اون حرکت، یعنی چگونگی رخ دادن اون اتفاق. یک دونده رو در نظر بگیرید، حرکت ما دویدن هستش و زمان بندی این حرکت میشه مدت زمانی که سوژه از نقطه 1 تا نقطه 2 میرود، مدت زمانی که یک گام از زمین بلند میشود و مجدد به زمین میرسد، مدت زمانی که یک دست از حالت اولیه خود خارج میشود و به حالت ثانویه میرسه و بالعکس. این میشه زمان بندی خود حرکت و اجزاش. حالا میشه اجزای دیگه هم بهش پرداخت ولی به صورت کلی میگیم. اما فاصله گذاری این حرکت میشه فاصله بین تک تک حرکت های پا در هوا. یعنی اگر زمان بندی بین یک گام از لحاظ زمان بندی 30 فریم تعریف بشه، ممکن از لحاظ فاصله گذاری فقط 5 حرکت در 5 نقطه براش تعریف بشه، که این یعنی هر یک از این 5 نقطه از لحاظ زمانی نیاز دارن به اندازه 6 فریم تکرار بشه. گیج که نشدین؟ برای نشون دادن بهتر اولی از ایکس شیت استفاده میکنیم و برای نشون دادن بهتر دومی از فیشبون استفاده میکنیم. فیشبون به معنی استخوان ماهی هستش. چرا برای جفتشون نمیشه از فیشبون استفاده کرد؟ چرا اصلا بهش میگن فیشبون؟ یکم به شکلش نگاه کن، تو یاد چیزی نمیندازه. چرا قانع شدم، ولی سوال دوم چی؟ به صورت عادی میشه فیشبون رو برای این دوتا هم استفاده کرد، ولی همین باعث میشه که افرادی که تازه وارد این حیطه شدن این دوتا رو با هم اشتباه بگیرن و زیاد دیدم که خیلی جاها به جای فاصله گذاری زمان بندی کردن و بالعکس. از همه دوستانی که تا الان با ما همراه بودن خیلی ممنونم و دوستانی که تازه اومدن حتما و حتما توی کانال سابسکرایب بکنید. نکاتی که اینجا گفته میشه آموزش نرم افزار لزوما نیست، نکات کلیدی هستش که بسیار از این نکات رو شما نمیتونید به راحتی و به رایگان جای دیگری پیدا بکنید، پس توی کانال ما سابسکرایب کنید و حتما ویدیوها رو اگر خوشتون میاد لایک بکنید و کامنت هم بذارید. سعی میکنیم به سوالات در اسرع وقت پاسخ بدم. بذارید با یه مثال دیگه بررسی بکنیم. همون توپ معروف انیماتورها رو در نظر بگیرین. توپ به زمین برخورد میکنه و بعد از چند برخورد میسته. در این حرکت ما چند بخش داریم: افتادن، بلند شدن، افتادن، بلند شدن و چند تکرار دیگر از این حرکت. جاهایی که توپ به زمین برخورد میکنه میشه زمان بندی حرکت، یعنی چقدر طول میکشه که توپ به زمین برخورد بکنه. حالا این توپ از بالا چگونه به پایین میاد؟ میتونه یک نواخت بیاد، یعنی با فاصله های یکسان، یا میتونه غیر منظم بیاد. اینجاست که زمان بندی و فاصله گذاری از هم جدا میشن. یکی زمان رخ دادن اون اتفاقه، یکی چگونگی رخ دادن اون اتفاقه. واسه زمان بندی نمیشه حالا فرمول خیلی پیچیده بیان کرد و بیشتر انیماتورها بر اساس زمان سنجی که از اتفاقات طبیعی یا بررسی رفرنس ها که حالا یا بر اساس تجربه هستش سعی میکنن که به یک زمان بندی مناسب برسن، ولی واسه فاصله گذاری یه سری قاعده تعریف شده که مهمترینش بحث اسلو این اسلو اوت هستش که در اصطلاح کامپیوتر بهش ایز این ایز اوت میگن. این هم یکی از اصول 12 گانه انیمیشن سازیه. با استفاده از این قاعده میشه به بحث فاصله گذاری کمک کرد که جذاب تر بشه، به این صورت که توی همه حرکات وجود استکاک و قانون انرسی رو در نظر میگیریم مگر حرکات های خاص. صرفا برای واضح شدن بحث، استکاک و انرسی چی هست؟ فیزیک اول دبیرستان و یا علوم نهم رو یادته؟ نه. آها، اگر میخواین راجع به انرسی و نقش استکاک تو حرکت بدونین حتما ویدئویی که توی دیسکریپشن قرار میدم رو چک بکنید، اونجا کامل مفصل راجبش صحبت کردم. ولی به صورت خلاصه استکاک یک نیرو هستش که روی حرکت سوژه اثر کاهشی داره و در شکل گیری قانون انرسی که منجر به پایداری حالت اولیه سوژه میشه نقش کلیدی داره.
همون قانون که میگه هر سوژه علاقه داره تا حالت اولیه خودش رو حفظ کنه که میشه قانون اول نیوتن. پس شد حرکات دارای بحث ایز این و ایز اوت هستن، که یعنی شما همیشه سعی میکنید در حرکاتتون ابتدای حرکت رو آروم شروع کنید، وسط حرکت رو سریع بکنید و انتهای حرکت رو هم آهسته بکنید. مهم نیست از چه تکنیک استفاده میکنید، این باعث میشه که حرکاتتون پویاتر و جذابتر بشه. البته اگر حرکتتون حرکت شلیکی هستش یا حرکات‌های خاص دیگری هستش، ممکن این قاعده یک مقدار بالا پایین بشه، ولی به صورت کلی قابل استفاده هستش و باید استفاده بشه. زمان برای تمام این بخش‌ها ثابته، برای دوم، سر و دست، ولی فاصله گذاری‌هاشون متفاوته، با اینکه در هر سه هم ایز این ایز اوت رعایت شده. دلیل این تفاوت هم میشه میزان جابجایی که در هر بخش وجود داره. پس بازم تکرار میکنم، فاصله گذاری و زمان بندی با هم فرق میکنن. فیشبون ها بیشتر برای فاصله گذاری هستن نه زمان بندی، ولی حتما انجامشون بدی. راستی چرا بخش دوم آنالیز انیمیشن ابشه جاذبه رو نساختی؟ چون نیاز بود اولی نکات رو یکم توضیح بدم بعد برم سراغ ادامش. میدونستی خیلی بده که یه کار نصف نیمه ول کنی؟ ها؟ نه میدونستی واقعا؟ کجا نگاه میکنی؟ من نگاه کنم.